سلام، من ندا هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. توی ویدیو قراره در مورد یکی از قوی ترین لشکرهای نیروی زمینی ایران صحبت کنم. قبل از اون به تاریخچه تشکیل نیروی زمینی نگاه کوتاهی میندازیم. حتما میدونی که تشکیل ارتش ایران برمیگرده به دوره قاجاریه با همت و تلاش میرزا تقی‌خان امیرکبیر که به حق مقام والایی در تاریخ ارتش ایران داره، و سپس عباس میرزا سازمان ارتش ایران رو مجدداً به صورتی منسجم و هماهنگ در آورد. در دوره حکومت رضاخان پهلوی توجه زیادی به امر نظام و اصلاحات وسیع در ارتش میشد. نیروی زمینی شاهنشاهی ایران شاخه از ارتش شاهنشاهی ایران بود که پیکره اصلی نیروهای مسلح ایران رو تشکیل میداد. نیروی زمینی شاهنشاهی ایران با تلاش رضا شاه تأسیس شد و بعداً با وقوع انقلاب 57 منحل شد و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگزین اون شد. دو لشکر مهم نیروی زمینی ایران، لشکر 77 پیاده خراسان و لشکر 92 زرهی اهوازه که به خاطر نزدیکی و مجاورت با مرزهای شوروی، افغانستان و عراق از مهمترین واحدهای نیروی زمینی ایران محسوب می‌شدند. توی این ویدیو قراره که خیلی اختصاصی در مورد لشکر 92 زرهی اهواز یا لشکر 92 زرهی خوزستان بیشتر صحبت کنم. لشکر 92 زرهی اهواز لشکر زرهی نیروی زمینی ارتش ایرانه که از نظر توان رزمی و نیروی انسانی مجهزترین لشکر فعال در نیروهای مسلح ایران محسوب میشه. این لشکر با در اختیار داشتن 32000 نفر نیروی انسانی، 645 اراده تانک، 560 دستگاه نفربر زرهی، 140 واحد توپخانه و 15 فروند بالگرد به عنوان بزرگترین یگان زرهی خاورمیانه و غرب آسیا محسوب میشه. ستاد فرماندهی لشکر 92 زرهی در شهر اهواز قرار داره. این لشکر در طول جنگ ایران و عراق از یگانهای رزمی فعال نیروی زمینی ارتش به حساب می اومد که کلیه صحنه نبرد در حوزه استحفاظی این لشکر محسوب می شد و در طول جنگ 4500 نفر از نیروهای این لشکر کشته شدند. نقش لشکر 92 زرهی اهواز در جنگ ایران و عراق چه بود؟ بعد از شدت گرفتن اختلافات بین ایران و عراق، به ویژه درگیری‌های مرزی در سال‌های 1358 تا 1359 و افزایش احتمال عملیات آفندی نیروهای مسلح عراق به داخل خاک ایران در 15 شهریور ماه سال 1359، نیروی زمینی ارتش ایران یک طرح عملیاتی پدافندی به نام طرح ابوذر رو تهیه کرد. لشکر 92 زرهی هم بر مبنای طرح فوق، طرح پدافندی هور رو تهیه کرد که بر پایه اون تیپ 2 زرهی دسول در منطقه شمالی، تیپ 3 زرهی در منطقه میانی مثل چذابه، بستان و اهواز و تیپ 1 زرهی در منطقه جنوبی مثل طلایه تا شلمچه رو مسئولیت پدافند در مقابل یگانهای نیروی زمینی عراق رو گرفتند. در ابتدای جنگ ایران و عراق، لشکر 92 زرهی اهواز مورد هجوم 6 لشکر از نیروی زمینی عراق قرار گرفت که در پی اون تجهیزات و نیروی انسانی آسیب جدی دید. در طول سالهای جنگ، این لشکر در اغلب عملیات‌های گسترده انجام شده توسط نیروهای مسلح ایران به همراه 6 تیپ زیرمجموعه خود حضور داشت.
قرارگاه تاکتیکی لشکر 92 زرهی در محدوده شهر اهواز قرار داره و سه تیپ فعال تابعه در اختیار داره که در حین نبرد میتونن سه تیپ دیگر رو سازماندهی کنن. تیپ‌های فعال این لشکر در شهرهای اهواز، دسفود، دشت آزادگان مستقر هستند. قبل از شروع جنگ تحمیلی و بعد از مشاهده علائم حرکات نیروهای نظامی عراق مبنی بر تهاجم به خاک کشور، تعدادی از واحدهای لشکر 92 زرهی اهواز به مرز عراق اعزام شدند. برخی از واحدهای این لشکر در فروردین ماه سال 59 به سمت ارتفاعات بستان رفتند و در اونجا مستقر شدند. در اون زمان اولین اقدام لشکر 92 تقویت پاسگاه‌های عراقی و رصد کردن نیروی عراقی بود. نیروهای لشکر 92 با بررسی علائم و آثار تحرکات نیروهای نظامی عراق، شواهد و مستندات مربوط به تجاوز این کشور به خاک ایران را به مقامات مسئول گزارش دادند. از زمان پیش از انقلاب تمامی افراد حاضر در لشکر 92 زرهی اهواز نیروهای متخصص و غیر بومی بودند. همین موضوع این یگان رو به یکی از یگانهای خاص ارتش تبدیل کرده بود. بعد از انقلاب و به دلیل شرط ویژه اون دوران عده زیادی از اعضای لشکر 92 انتقالی گرفتن و از اونجا رفتن. این موضوع باعث شده بود که پیش از شروع جنگ لشکر 92 زرهی با کمبود نفر و نیروی کاربلد مواجه بشه. پیش از انقلاب این یگان نفربرهای روسی رو در اختیار داشت و مشغول آموزش استفاده از اونا به پرسنل جدید بود، اما بعد از انقلاب با مرخص شدن نیروهای خدمات این تجهیزات زرهی به حال خودشون رها شدن و شرایط خوبی نداشتن. برای مثال تانک چیفتن بود که به دلیل مرخص شدن نیروهای خدمات، نیروهای جدید توانایی استفاده از این تانک رو نداشتن. نگاهی بندازیم به ایستادگی این لشکر در برابر تجاوز نیروهای عراق علی‌رغم درگیری در کردستان. شرایط خاص دوران دفاع مقدس که چهار لشکر نیروی زمینی ارتش در منطقه کردستان درگیر جنگ داخلی بودند، نفرات و تجهیزات اندکی برای ایستادگی در برابر تهاجم عراق وجود داشت. لشکرهای باقی مانده زمانی حرکت کردند که نیروهای عراق وارد خاک کشورمون شده بودند. در اون زمان لشکر 92 زرهی اهواز به تنهایی از مرز شلمچه تا پایین مرز مهران رو پوشش داده بود و با پرسنل اندکی که در اختیار داشت در برابر تهاجم دشمن بسی ایستادگی میکرد. نیروهای عراقی که به قصد تصرف یک هفته تهران وارد خاک ما شده بودند در منطقه دهلوران با رشادت‌های لشکر 92 زمینگیر شد و بعد از اون لشکر 21 از تهران به سمت منطقه عملیاتی حرکت کرد و به کمک نیروهای فداکار لشکر 92 زرهی اهواز شتافت. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.